السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یکی از دوستان عزیز پرسیدن که چطور انسان میتواند بنده شکرگزار باشد، هم به شکل به اصطلاح زبانی و هم به شکل فیزیکی یا جسمی. الله سبحانه و تعالی میفرماید که اگر شما شکرگزاری بکنید، الله سبحانه و تعالی نعمتهای خود را بر شما زیاد میکند. ببینید دوستان عزیز، شکرگزاری دو نوع هست. یکی شکرگزاری زبانی و یکی شکرگزاری جسمی. شکرگزاری زبانی این است که انسان در مقابل نعمتهایی که الله سبحانه و تعالی به او میدهد، حمد و ثنا و سپاس و ستایش الله سبحانه و تعالی را ادا نماید. یعنی چی؟ دعا بکند، عبادت بکند، عبادت هایی رو که الله سبحانه و تعالی فرض کرده انجام بدهد. این شکرگزاری است. چون هر انسانی که به شما یک نیکی میکند و احسان میکند، حداقلش این است که شما بگویید که جزاک الله خیر، الله سبحانه و تعالی به شما خیر بدهد. به این شکل خوشحال میشود. ولله مثل الاعلی، الله سبحانه و تعالی هم وقتی که بندهش را نعمت میدهد، آسایش میدهد و به او کمک می کند، توقع الله سبحانه و تعالی و حق الله سبحانه و تعالی این است که ما چیکار بکنیم؟ عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام بدهیم که فایده این عبادت هم دوباره به ما برمی گردد. از جمله شکرگزاری زبانی این است که الله سبحانه و تعالی این نعمت را که الله متعال به ما داده است، ما بنده ها این نعمت رو به الله سبحانه و تعالی نسبت بدهیم. مثلا بعضی هستن وقتی که در کاری موفق میشوند، پولی به دست میآورند، چی میگن؟ والله فلان کار را کردم، انقدر پول به دست آوردم. نمیگوید که الحمدلله من این کار را انجام دادم، الله سبحانه و تعالی کمک کرد، به من رزق و روزی داد. از شکرگزاری این است که انسان نعمت ها را به الله سبحانه و تعالی نسبت بدهد. همچنین یک نمونه دیگر شکرگزاری به زبان این است که انسان ذکر بکند نعمتهای الله سبحانه و تعالی. و اما به نعمت ربک فحدث، و اما در مورد نعمتهای پروردگارت ذکر بکن، یاد بکن نعمتهای پروردگارت را. و انسان هر چقدر که دعا می کند، ثنا و ستایش الله سبحانه و تعالی را ادا می کند، این شکرگزاری زبانی است. شکرگزاری جسمی یا فیزیکی چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه ای عبادت می کردند که پاهای مبارکشان ورم می کرد. کسی آمد گفت یا رسول الله، در روایتی است که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها آمد، یا رسول الله، الله متعال که گناه های گذشته و آینده شما را بخشیده است، شما چرا اینقدر عبادت میکنید؟ فرمودن افلا اکون عبدا شکورا، آیا یک بنده شکرگزار نباشم؟ ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه ای عبادت میکردن که پاهای مبارکشان ورم میکرد. یا در روایت دیگر میفرمان که در شبانه روز بیش از 70 بار استغفار میکنن، و این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. کدام از ما وقتی که الله متعال به ما نعمتی داده است، شکر الله متعال را ادا کردیم؟ سعدی یک نکته جالبی می‌فرماید که هر نفسی که بیرون می‌رود، درون می‌رود، هر نفسی که درون می‌رود ممد حیات است، و چون بیرون می‌آید مفرح زاد. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و هر نعمتی را شکری واجب. یعنی چی؟ یعنی بگیم الحمدلله، الحمدلله. کدام ما این را انجام دادیم؟ چون این نفس اگر درون رفت و بیرون نیامد، انسان میمیرد، جا به جا میمیرد. اگر بیرون آمد، این نفس خارج شد و دیگر نتوانستیم نفس بکشیم، بازم انسان میمیره. پس این شکر نعمتهای الله سبحانه و تعالی را باید انجام داد. دیگر این که از نعمتهایی که الله متعال به ما داده است، در راه او تعالی انفاق بکنیم. اینم از
نمونه ای از شکرگزاری نعمت هست. الله سبحانه و تعالی به تو پول داده، دارایی داده، تجارت داده، رزق و روزی داده. وقتی که از این رزق و روزی و از این مال و دارایی حق انسانهای مستمند و فقیر را میدهی، زکات میدهی، صدقه میدهی، خیرات میدهی، این یک نوع شکرگزاری است. زیرا الله سبحانه و تعالی دوست دارد بندگانی رو که در راه او تعالی چیکار میکنن؟ انفاق میکنن. در اول قرآن کریم ببینید چه زیبا الله متعال میفرماید که الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. این کتابی که هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست، هدایت است برای متقیان. متقیان کیا هستند؟ کسانی هستند که به غیبیات ایمان دارند، به الله، به رسول الله، به روز قیامت، به بهشت و دوزخ، به غیبیات ایمان دارند. کسانی که نماز می‌خوانند و از آنچه که الله به آنها روزی داده است در راه او تعالی انفاق میکنند. انفاق کردن، گرفتن دست فقرا و مستمندین و انسانهایی که محتاج هستند، این یک نوع شکرگزاری است در مقابل نعمتهای الله سبحانه و تعالی. الله متعال به همه ما و شما توفیق عطا بکند که بندگان شکرگزار او تعالی باشیم.